درود دوستان، در بیشتر مواقع نیاز نیست شما استفر رو تعویض کنید. در اکثر مواقع شما میتونید استفر موتور را اون مشکلاتی که داره رو بررسی کنید و تعمیرش کنید. توی ویدیو قرار با هم دیگه استفر موتور رو از روی خودرو باز کنیم و مشکلاتی که ممکنه شما با تعمیر یا برطرف کردن اون دیگه نیاز به تعویض اون نداشته باشه بررسی کنیم. ما استفر موتور رو از روی خود رو باز میکنیم. این بهتر استفر رو این خارش رو به سمت بیرون مقدار فشار میدید و به سمت پایین میکشید. این از دو تا پیچ این ورور استفر هستش که شما با پیشگوشی چهارسو به راحتی اون رو باز میکنید. خب روش های تعمیر استفر، ببینید اولین روش اون تمیز کردن استوپر هستش که در بیشتر موارد مشکل رو حل میکنه. علائمی که با تمیز کردن استوپر از بین میره، یکی وقت دور موتور نوسان داره یا خودرو در جا خاموش میشه یا بعضی مواقع هم گاز خودرو بیدلیل بالا میره یا دیر پایین میاد. نایه تعویض دنده ها دیر پایین میاد. معمولا با تمیز کردن استوپر این مشکل حل میشه. برای این کار وقتی استپر رو باز کردیم، سوزن استپر یعنی این قسمت رو بررسی کنیم. اگر جرم و کثیفی مثل این داره با اسپری انجکتور شور شستشو میدیم. ضمن این که داخل دریچه گاز رو که در انتها بهتون نشون میدم هم باید تمیز کنید، چون ممکنه رسوبات داخل دریچه گاز باعث عمل کرده نادرست استپر بشه. این مرحله رو با هم دیگه می‌بینیم. یادتون باشه استوپر رو به پایین بگیرید و بعد اسپری کنید روی سوزن و در واقع جاهای دیگه استوپر. و بذارید خشک بشه و بعد روی در واقع دریچه گاز نصب شد. خب دومین روش تعمیر اون بررسی و تعویض فنر و محور استوپر هستش. زمانی که دور موتور ثابت بود یا خیلی بالا رفت و یا خیلی پایین اومد، ممکنه مشکل از در واقع فنر و محور استوپر باشه. چطوری این کارو میکنیم؟ این سوزن و این در واقع این قسمت رو باز میکنیم. با چرخش در واقع این قسمت باز میشه. این مقدار صفر بود، وقتی که شل شد دیگه با دست میتونید باز کنید. ببینید فنر باید حالت انعطافشو داشته باشه. محور اون یعنی این قسمت باید در واقع رزوهای سالم باشه، هیچ مشکل نداشته باشه، مشکلتار شکستگی نباشه. اگه فنر ضعیف یا شکسته باشه که باید عوض شد. محور هم باید بدون گیر حرکت کنه. اگر صفر شده در جای خودش موقعی که بسته میشه، با کمی اسپری WD-40 نرمش کنیم. راجع به کارهای اسپری WD-40 من یک ویدیو ضبط کردم که این بالا میزنش و حتما توصیه میکنم ببینیش. خب یه مورد که هست، به جز اسپری شما میتونید این محور رو گیریس کاری کنید و داخل گریس فرو ببرید و سر جای خودش قرار بدید. همین که این گریس کاری میشه باعث میشه روونتر حرکت کنه درون در واقع موتور و حرکت بالا و پایین محور به راحتی انجام میشه. خب پس گریس کاری میکنیم و اینا فنرش هم که میذاریم. ببینید و دوباره سر جای خودش قرار بدید. برای تعریف دوباره استوپر هم یادتون باشه وقتی استوپر منید است که سر جایش قرار میدید، حتما سویچ باید دو سه بار باز و بسته کنید، چند ثانیه هر بار صبر کنید و دوباره ببندید. سویچ باز 5 ثانیه، باز صبر کنید، دوباره سویچ ببندید. این حرکت رو سه بار انجام میدید. بعضی اوقات در واقع ایراد از سیم کشی و یا برقی که به استوپر میرسه هستش. علائمی که وجود داره اینه که ماشین بعد استارت میخوره، دیر روشن میشه ماشین،
و استوپر هیچ واکنشی زمانی که سویچ باز میکنید رو نداره. باید با مولتیمت چک کنید ببینید برق به سوکت استوپر میرسه یا نه. اگه برق نمیرسه میتونه مشکل از سیم کشی، ای سی یو یا فیوزا باشه. اما اگر برق وصل بوده استوپر حرکتی نکرد، یعنی وقتی سویچ باز کردید هیچ واکنش صدایی نشنید از استوپر، احتمالاً بوبین داخلیش سوخته. مرحله بعد تست بوبین استوپر است. چه علائمی داره؟ استوپر اصلا کار نمی‌کنه. مراحلش اینه که با مولتیمه دو سر بوبین رو اندازه بگیرید و مقاومت اون رو اندازه بگیرید. مقاومت اون باید بین 40 تا 60 اوم باشه، البته بسته به نوع ماشین. اگر مقاومت بی‌نهایت بود، یعنی سیم پیچش سوخته و هیچ راهی برای تعمیرش نیست، استوپر باید تعویض بشه. اما بعد از تعویض استوپر چیکار باید کنیم؟ باید ECU مجدداً تنظیم بشه نسبت محل قرارگیری استوپر و در واقع استوپر جای درست خودش رو پیدا کنه. یه وقتایی مثلا شما استوپر رو تمیز میکنید یا تعویض میکنید، بعد نگاه میکنید ماشین گاز میخوره، خوب کار نمیکنه، در واقع دور موتور نوسان داره و غیره. شما حتما باید چند تا کار کنید. اولا یا بعد از نصب استوپر باتری رو 5 دقیقه قطع کن تا ECU ریسیت بشه، یا اگر دستگاه دیاد دارید یا میتونید مراجعه کنید با دستگاه اون رو ریسیت کنید. بعد از این کار باید ماشین رو استارت بزنید و 1 تا 2 دقیقه بذارید در جا کار کنه تا استوپر با ECU هماهنگ بشه. میتونید سویچ هم باز و بسته کنید، همونطوری که گفتم 2-3 بار سویچ باز بسته کنید، هر بار 5 ثانیه سویچ باز نگه دارید و ببندید. فقط سوال اصلی این بود آیا همیشه استوپر باید تعویض بشه یا تعمیر هم میشه؟ بله، اگر سوزن کثیف باشه تمیز کردنش همون تعمیرش. اگر فنر ضعیف شده باشه تعویض کردن فنر باعث میشه که درست بشه. اگر سیم پیچش سوخته باشه چی؟ نه، باید استوپر رو تعویض کنید. اگر مدار داخلی استوپر مشکل داشته باشه چی؟ اون هم قابل تعمیر نیست و باید تعویض بشه. نتیجه‌ای که میگیریم اینه که اول استوپر رو تمیز کنید، تست برق بگیرید، اگه مشکل برطرف نشد و مجبور بودید باید تعویضش کنید. همونطور که گفتم بعد از اینکه استوپر رو در واقع تمیز کردید، این محفظه نشیمنگاه استوپر رو هم باید حتما داخلش تمیز کنید، چون ممکنه کثیفی از این قسمت باشه. و یک دستمال تمیز هم داخلش رو پاک کنید. البته درست ترین کار اینه که خود کل دریچه گاز رو باز کنید و در واقع به صورت کامل دریچه گاز شستشو بدید. خب که من یه ویدیو ضبط کردم راجع به در واقع سرویس کامل دریچه گاز، این بالا میذارم که حتما ببینید. خب دوستان عزیز، این هم از راهکارهای در واقع تعمیر استوپر که خدمت رو عرض کردم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و از اون استفاده لازم رو ببرید. اگر این ویدیو مفید بوده لایک و کامنت فراموش نشه، تجربه هاتون با ما به اشتراک بذارید و همچنین برای دوستانتون این ویدیو رو بفرستید، شاید به درد اونها هم بخوره. موفق و معید و پیروز باشید.